سلام بر شما به برنامه امروز ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش آمدید من فریبا شیرازی هستم در این برنامه در گزارشی به موضوع افزایش کودک‌آزاری در مهد کودکای ایران می‌پردازیم نگاهی خواهیم داشت به گفته‌های سعید قاسمی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران در انتقاد تند از مذاکرات اتمی از قارت میراث تاریخی و فرهنگی کشور عراق توسط گروه داعش خواهیم گفت و مهستان بختیاری خبرنگار ما در ترکیه ما را در جریان تصویب طرح صلح دولت آنکارا با پیکاکا قرار خواهد داد. با ما همراه باشید. انتشار یک ویدیو از صحنه های در مهد کودک ستایش در شهر اردبیل و به دنبال آن شکایت خانواده هایی که کودکان خود را به این مهد کودک سپرده بودند به بحث درباره کودک‌آزاری و وظایف مسئولان در میان افکار عمومی و نیز واکنش مسئولان انجامیده است طبق آخرین خبری که در این رابطه منتشر شده رئیس سازمان بهسیستی دکتر همایون هاشمی روز یکشنبه 22 تیر به خبرگزاری مهر گفت بر اساس بخشنامه صادر شده تمامی مهد کودک ها باید مجهز به دوربین مداربسته باشند. وی از گزینش پرسنلی و نیروی انسانی و همچنین نظارت گسترده بر عملکرد مهد کودک ها خبر داد. چندی پیش ویدیویی در اینترنت منتشر شد که توسط یکی از مربیان مهد کودک ستایش در شهر اردبیل تهیه شده و در آن آزار کودکی حدوداً دو ساله توسط یکی از مربیان یا خدمه مهد کودک دیده می شود. این ویدیو از تاریخ هجده تیر در یوتیوب قابل مشاهده است. مربی که ویدیو را تهیه کرده از چهار ماه پیش در این مهد کودک آغاز به کار کرده است. در این فیلم دیده می شود که یک زن که در رسانه های ایران از او گاه به عنوان مربی و گاه به عنوان خدمه نام برده شده کودک را روی زمین خوابانده به زور به او غذا میخوراند سپس به او ضربه ای می زند، به مویش چنگ می اندازد، او را بلند می کند و به بخش دیگر اتاق پرس می کند. کودکان دیگر حاضر در اتاق به صحنه غذا خوراندن به این کودک چندان توجه نمی کنند و مشغول بازی به نظر می رسند. اما وقتی که ضربه و چنگ و پرتاب به میان می آید، دیگر کودکان نیز با حراس به واقع نگاه می کنند. یکی از فعالان حوزه کودک با اشاره به تاثیر شبکه های اجتماعی در خصوص مسائل از این دست میگوید این نخستین بار نبود که چنین اتفاقی در مهد کودک ها رخ میداد اما پیش از این مسئولان بهزیستی حاضر به پذیرش موارد کودک نبودند در اسناد انجمن حمایت از حقوق کودک در تیر ماه سال 91 یک مورد کودک لفظی ثبت شده که مربیان مهد پسر بچه ای سه ساله را تهدید به بریدن دست کرده بودند. این تهدید برای ساکت کردن و ترساندن کودک انجام گرفته بود. اما از نظر روانشناسان و فعالان حقوق کودک این تهدید کودک است و تاثیرات منفی بر روحیه کودک بر جای می گذارد. نظراتی که بینندگان ویدیو در پایین این ویدیو نوشتند و نیز واکنشی که مردم به انتشار خبر کودک‌آزاری در مهد کودک ستایش نشان دادند نشانگر آن است که دیدن این صحنه ها نگرانی عمیقی را در جامعه برمی‌انگیزد. خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه در گزارشی به واکنش مردم نسبت به کودک‌آزاری در مهد کودک ستایش اختصاص داده است. بیشتر نظردهندگان خواستار مجازات قاطعانه کودک توسط قوه قضایی شدند برخی اشاره کردند به اینکه کودک در خانواده ها هم هست اما مسئولان تنها در موارد فاجعه آمیز که کودک به بیمارستان و گورستان انجامیده واقع را پیگیری می کنند و رسانه ها از جمله صدا و سیما به اندازه کافی به روشنگری درباره آن و پخش برنامه آموزشی اقدام نمی کنند. برخی از نظردهندگان نمایندگان مجلس و اداره بهزیستی را مسئول دانستند. آنان نظارت دائم و غیر محسوس بر مهد کودک ها، کنترل مهد کودک ها با دوربین، گزینش و بررسی سلامت جسمی و روانی مربیان مهد کودک ها و دادن پروانه دایر کردن مهد کودک به افراد متخصص را از شیوای مؤثر در کاهش و جلوگیری از وقوع جرم کودک ها زاری دانستند. به گزارش ایسنا نظردهندگان همچنین خواهان به به کودک های متخلف افزایش حقوق مربیان و تشکیل پلیس کودک بودند. خبرگزاری ایسنا روز شنبه 21 تیر خبر دستگیری و زندانی شدن مدیر و خدمه خاطی را پس از ورود به دادسرا منتشر کرد. روز یک شنبه اما رئیس سازمان بهزیستی همایون هاشمی گفت فرد خاطی دستگیر و مهد کودک نیز پلم شده است. او اشاره به مدیر مهد کودک نکرد و در خبر خبرگزاری مهر روشن نیست که آیا مدیر سپاس همچنان مسئول شناخته می شود یا نه. گویا رئیس سازمان بهزیستی می کشد کودکازاری در مهد کودک ستایش را موردی استثنایی و لحظه جلوه دهد. آنجا که به خبرگزاری مهر می گوید این خطای انسانی در یک لحظه رخ داده و البته کار بسیار زشت و ناپسندی بوده و مربی این مهد باید تقاسه کار خود را پس دهد. آقای هاشمی تاکید کرده به گفته مدیر کل استان اردبیل در سال جاری چهار بار از این مهد کودک بازدید شده و این مهد جز مهد کودک خوب استان اردبیل محسوب می شده است. خبرگزاری ایسنا نوشته که این مهد کودک را سه ستاره می خواندند. به گفته هاشمی بیش از 17 هزار مهد کودک در سراسر ایران فعالیت می کنند که تمامی پرسنل و نیروی انسانی آن گزینش می شوند و سازمان بهسیستی همه این محد کودک ها را بازرسی می کند. هنوز اما رسانه های ایران خبری در این باره منتشر نکردند که خدمه خاطی چه بوده و چه گزینشی در مورد او انجام شده و چطور در مهد کودکی کار میکرده که به گفته رئیس بهزیستی در چهار ماه اخیر چهار بار بازرسی شده است. پس از برگزاری همایش دل و پسیم، اصولگرایان منتقد دولت حسن روحانی همایش دیگری با عنوان خط قرمز در نقد مذاکرات هسته‌ای برگزار کردند. سعید قاسمی از فرماندهان حزب در تازه ترین سخنرانی هشدار داده چنانچه مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه پنج به علاوه یک به نتیجه برسد باید فاتحه ولایت فقیه را خواند در حالی که چهرهای میانهرو و جامعه مدنی از مذاکرات هسته‌ای حمایت می‌کنند تندروان و مخالفین توافق هسته ای در حال خط و نشان کشیدن هستند. علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی بارها تأکید کرده که به این مذاکرات خوشبین نیست. سعید قاسمی روز دوشنبه 23 تیر ماه در همایش خط قرمز که سوی گروهی از محافظه کاران تندرو در اعتراض به روند مذاکرات ای برگزار شده بود گفت اگر سخنان علی خامنه ای درباره مذاکرات هسته ای مبنی بر این که من از اساس به این مقوله خوشبین نیستم درست از آب در نیاید باید با ولی خداحافظی کرد قاسمی ابزوده راهی که تیم مذاکره کننده هسته ای در پیش گرفته به ترکستان می رود باید استرس داشته باشی باید نگرانی داشته باشی باید سوال داشته باشی باید خواسته داشته باشی اینا چیزایی که خدا حضرت آقا ازمون خواسته این راهی که آقایون میرن به ترکستان از قطعا ما تو این قصه اینا بازی برد برد نداریم ما اصطلاحات لجنیه که درست میکنند اینا به خورد ما میدن و بچه های ما رو گول میزنند با این کلمات این فرمانده حزب الله گفته در این بازی یک طرف برنده و یک طرف دیگری که همیشه ضعیف و تنها بوده بازنده خواهد بود قاسمی شرایط کنونی ایران را مثل شرایط پایان جنگ هشت ساله عراق علیه ایران دانسته که بسیاری از خواص گیج میزدند و در عرض سه شب بسیاری از دستاوردهای جنگ از دست رفت این فرمانده سابق سپاه همچنین به بیان ناگفتههایی از جنگ هشت ساله پرداخته و افزوده این ازارات در جمهوری اسلامی هرگز بیان نخواهد شد تا قدنامه های کثیف دیگری امضا شود 29 مصادف با همین چند روز آتی اتفاقی افتاد که در طول این 25 سال گذشته در شب وقتش برای تکرار نمی کنند و اون واقعی 598 و بعد از اون در طول 4 روز بعد از اون اتفاقات سهمگینی که برای این نظام رفت رو برای تو گوشتد نمی کنند جیگر نمی کنند پیام قدنامه رو بخونند برای اینکه اگر گوشواره بکنی تو گوشت آویزون باشه هرگز اسیر این بازی ها نخواهی شد شد 598 جام زهر پذیرفته شد یعنی چی آتش بس باید سلاح ها رو بذاریم کنار تا بیان سازمان مللی ها خط تماس رو تحویل بگیرند و چه بشود اینا باید قرامت دادن. چه بشه بعد قرامت بدن چه بشود اینا یه داستانه اما شد این گونه آقا پذیرفتیم دیگه همه شما که میگفتید آقا بسه دیگه ادامه نمیتونیم بدیم چی شد بعدش قط نامه پذیرفتیم دیگه آقا رفتیم نشستیم پای میز سوری هم نبود امضا کردیم که آقا اسلحه زمین چی شد اون سفیدای محفل مجلس برای بچهاتون تعریف کردید آیا بعدش همه رفتیم سر خونه زندگیمون اتفاق دیگه نیفتاد به فاصله سه روز بعد از اینکه که رو پذیرفتی دشمن احساس کرد که دیگه مال این حرفا نیستی که بخوای خد نگهداری زد به همون. دشمن وقت نمیکرد کرد غنیمتیات رو جمع کنه. به اعتبار بین دوازده هزار و برخی روایات بیست و چند هزار ظرف دو سه روز اسیر دادیم. شست درصد زمین هایی رو که در طول هشت سال گرفته بودیم سه شبه از دست دادیم برات گفتن؟ نگفتن نمیگن هیچ وقت برای اینکه از این واقعه یه تلخ تاریخی پذیرش قدنامه های کسیف خاطره نداشته باشی که تکرار بشه دو مرتبه سعید قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود حملات تندی متوجه اکبر هاشمی رفسنجانی حسن روحانی اصلاح طلبان و حتی گروهی از حزب الله همچون سید جلیلی کرده است آسمی در سخنان خود اکبر حاشمی رفسنجانی را حاج آقا خاطر معرفی کرده و به کنایه گفته آقای حاج آقا خاطره یه دفعه گفته بودش که ما تیه تره استراتژی داشتیم چون چارزبر که اینجا گلوگاه آی دشمنه بگیریم از اون خاطراتی که هر شب نقل میکنن که من یادمه که میگن که راجب این چیزم گفتن که امام منو خواست اینا راجب این مسی بازی کنه گوزدت کرده بود امام که هوا داشته باشید و میزن این فعال حزب الله با حمله به حسن روحانی نیز گفته که کسایی که برای جکستر ها فشت قرمز مینداختن باید امروز دو مرتبه جکستر رو دعوت کنن دیدار جک استرا با خانواده شهدای هسته‌ای یکی از مسخره ترین چیزهایی که توی امسال شنیدیم و دیدیم دیدار جک با خانواده شهدای هسته ای قاسمی ابزوده در این دوران همه مفاهیم به لجن کشیده است خط دل دوستان از دشمن نیست دشمن که دشمنه خط دلواپسی از خواص گیج و کلافه است که نه تو فتنه 88، نه تو فتنه 78، نه تو فتنه 88 و نه بعدش نمیتونن هدایت کنن قصه رو. خط قرمز خودشون ندارن. این فرمانده حزب الله بیان که نامی از سعید جلیلی، غلام علی حداد عادل و محسن رضایی بیاورد، آنها را به خاطر دیدار با حسن روحانی و گرفتن عکس مشترک خواص گیج و کلافه معرفی کرده است برای همین که دیدیم من بیش از اون که داعشی ها سر بریدن ناراحت شدم که به دعوت همه کاندیداهای ریاست جمهوری اومدن بغل همدیگه وایسادن عکس گرفتن از تونترینشون تا کنترینشون پشتش هم نوشته بود که ما همه با هم هستیم احتمالاً زیدش هم نوشته بود نترسید نترسید حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در نشست مشترک دولت و مجلس از ارائه بسته پیشنهادی و لایحه دولت برای شکستن رکود و رونق اقتصادی خبر داد. احتمال دارد این بسته پس از پایان این دور از مذاکرات هسته منتشر شود. شب گذشته نشست مشترکی مابین دولت حسن روحانی و مجلس شورای اسلامی برگزار شد که طی آن رئیس جمهوری اسلامی در سخنانی خبر داد که بسته پیشنهادی و لایحه دولت برای شکستن رکود و رونق اقتصادی به زودی منتشر می شود. به گزارش سایت ریاست جمهوری آقای روحانی گفت اکنون وظیفه بزرگ ما شکستن رکود است. ما لایحه‌ای برای ایجاد رونق اقتصادی طراحی کرده ایم که به زودی در اختیار نمایندگان قرار خواهیم داد. و بسته آن نیز برای شکستن رکود به زودی اعلام می شود. روحانی در سخنان خود تایید کرد که اقتصاد ایران به دلایل مختلفی نظیر تحریم ها و سوء مدیریت ها دوچار مشکل شده و افزود باید در مسیر درمان اقتصاد کشورمان حرکت کنیم. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت امروز متاسفانه امر به معروف و نهی از منکر طوری تفسیر می شود که گویا امر به معروف فقط در خیابان ها و برای برخورد با ادعی بد است و اضافه کرد اگر دولت در مسیر درستی حرکت می کند حمایت از دولت بزرگترین معروف است و مجلس نیز وظیفه نظارت دارد پیش از سخنان آقای روحانی در جلسه مشترک دولت و مجلس احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با طرح دیدگاه های خود درباره حجاب، امر به معروف و نهی از منکر و کاهش جمعیت از دولت خواست تا با تدوین برنامه های عملی در رفع دقدقه های فرهنگی افرادی که او آنها را متدینین جامعه خواند گام بردارد. سخنان حسن روحانی درباره دخالت در زندگی مردم و دین در های گذشته باعث اعتراض تعدادی از عمه جمعه شده بود حسن روحانی روز سوم خرداد بود که گفته بود نمی شود مردم را با زور و شلاق به بهش فرستند در همین حال فشارها بر مردم هم بیشتر شده و روز گذشته فرمانده نیروی انتظامی استان فارس از اجرای دو مورد حکم هشتاد ضرب شلاق به اتهام تظاهر به روز خاری در شهر شیراز خبر داد. احمد علی گودرزی فرمانده انتظامی استان فارس با بیان نام اختصاری دو نفر از شهروندان ایرانی اعلام کرد که آنان به اتهام تظاهر به روزخاری به هشتا ضرب شلاق محکوم شدند و این حکم درباره آنان اجرا شده است. رئیس جمهوری در پایان سخنان خود در نشست مشترک با مجلس هم گفت که اگر سقوه بخواهند علیه دیگر مجگیری کنند کار مردم بر زمین میماند. وی تأکید کرد که دولت و مجلس باید کاری کنند تا مردم از اقداماتشان احساس جناهی عمل کردن نداشته باشند. گفتنی ساکنون پنج وزیر از دولت حسن روحانی از مجلس کارت زرد گرفتند. در هفته گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس از ارائه طرح استیزاه رضا فرجی دانا وزیر علوم دولت روحانی خبر داده بودند. این استیزاه پس از برگزاری جلسه بین استیزا کنندگان و وزیر علوم فعلا یک ماه به تعویق افتاده است با این حال چرای سیاسی از عزم جدی مجلس برای این استیزا خبر دادند فرماندهان نظامی ارشد جمهوری اسلامی هفته گذشته در مراسم افتار حسن روحانی رئیس جمهور شرکت کردند. قایب این جلسه اما سردار نقدی فرمانده بسیج بود که از منتقدان سرسخت رئیس جمهوری است. در کنار فرمانده بسیج برخی فرماندهان سپاه پاسداران و برخی رسانه وابسته به نهادهای نظامی از مهمترین مخالفان و منتقدان دولت حسن روحانی شناخته می شوند. حسن روحانی با گروهی از فرماندهان عالی رتبه نظامی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، محمد جعفری فرمانده سپاه پاسداران و جمعی دیگر از فرماندهان نظامی شرکت داشتند. گزارش تصویری سایت ریاست جمهوری مشخص می کند که محمد رضا نقدی فرمانده سازمان بسیج و علی فضلی معاون وی در این دیدار حضور نداشتند علت غیبت این دو فرمانده بسیج در این جلسه اعلام نشده است حسن روحانی در این دیدار به فرماندهان نظامی گفته دولت میخواهد که نیروهای مسلح بر قلوب مردم حاکم باشند و جایگاه و قدرتشان روز به روز بالاتر باشد رئیس دولت همچنین ابزود اگر نیروی مسلح قوی نداشته باشید دیگر صلح معنا پیدا نمی کند و ذلت است عزت زمانی محقق می شود که مردمی آماده ایثارگر و متحد و نیروهای مسلح قوی داشته باشیم آنگاه می توانیم با طرف مقابل قدرتمندانه حرف بزنیم وی تصدیح کرد بر همین اساس دولت بالاترین منزلت و بالاترین اقتدار را برای نیروهای مسلح می خواهد. روحانی در این حال از فرماندهان نظامی خواسته به دولت وی برای حل و فصل مشکلات مردم کمک کنند. رئی جمهوری اسلامی تاکید کرد دشمن باید از وحدت و ایمان و ایثار ما و سپس از تجهیزات و امکاناتی که نیروهای مسلح به آن مجهز هستند بترسد. این سخن حسن روحانی در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دوازده آذر ماه سال گذشته در دانشگاه تهران گفته بود که آمریکا می تواند با یک بمب تمام سیستم دفاعی ما را از کار بیندازد و از سیستم دفاعی ایران نمی ترسد. ظریف گفته بود غربی ها از چهار تا تانک و موشک ما نمی ترسند از مردم ایران می ترسند. این سخنان وزیر امور خارجه در آن زمان با واکنش های تند محافظه‌کاران منتقد دولت مواجه شد که در نهایت آقای ظریف مجبور شد درباره اظهارات خود توضیحاتی ارائه کند اکنون نیز به نظر می رسد این سخنان حسن روحانی ناظر بر این موضوع باشد حسن روحانی در پایان سخنان خود هم در جمع فرماندهان ارشد نظامی به تمجید از علی خامنه ای پرداخت وی با ستایش از رهبر جمهوری اسلامی گفت خداوند نعمت رهبری فقیه و مشتهد که از روز اولی که با ایشان آشنا شدم در مسیر تقوا و تواضع بودند را به کشور و نیروهای مسلح داده است حسن روحانی چهره امنیتی است و میانه خوبی با بسیاری از فرماندهان نظامی از جمله حسن فیروزآبادی دارد چندی قبل سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تجلیل از روحانی از همه مسئولین سیاسی و رسانه کشور خواست از دولت حمایت کنند و از کارشکنی و تفرق اندازی بپرهیزند. فیروزآبادی گفته بود ما باید به این رئیس جمهور افتخار و شکرگزار وجود ایشان باشیم و باید همه همتمان را در پشتیبانی از این دولت بکار بریم تا دولت بتواند در این شرایط حساس کشتی کشور را به پیش ببرد با این حال و علا رغم رابطه خوب فیروزآبادی و برخی دیگر از فرماندهان نظامی و امنیتی با حسن روحانی اما بسیاری دیگر از فرماندهان تندرو از جمله سردار نقدی از منتقدان افراطی رئیس جمهوری هستند گفتنی است در دیدار روحانی با فرماندهان نظامی و پیش از سخنان رئیس دولت ابتدا حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و در ادامه نیز جمعی از فرماندهان از جمله سردار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امیر شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش امیر پردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش سردار باغری معاون ارکان ستاد کل نیروهای مسلح و سردار احمدی مقدم فرمانده ناجا نقطه نظرات خود را با حسن روحانی در میان گذاشتند. هفته گذشته قلم حسین محسنی اجهی دادستان کشور اعلام کرد که دولت روحانی سرانجام پذیرفت در ازای بدیهای بابک زنجانی املاک او را بردارد. آقای جی گفته است قیمت گذاری اموال بابک زنجانی از جمله چندین هتل آغاز شده است و مشخص شده که او پولی در خارج از کشور ندارد گفته می شود سه گروه برای خرید اموال آقای زنجانی اعلام آمادگی کردند و 27 مورد از اموال این تاجر زندانی در آخرین مزایده 452 میلیارد تومان قیمت گذاری شده است به گزارش خبرگزاری فارس غلام حسین محسنی اجرایی دادستان کل کشور در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران رسانه ها اعلام کرد که قیمت اموال بابک زنجانی آغاز شده است. محسنی اجرایی گفت که به دولت پیشنهاد دادند به جای طلب اموال او را بردارد و بابک زنجانی هم کتبی اعلام کرد که حاضر است اموالش به جای طلبهای او به دولت برداشته شود. دادستان کشور همچنین اعلام کرد که حکم ممنوعیت خروج بابک زنجانی صادر شده است. او گفت این احتمال وجود داشت که زنجانی بخواهد به شیوه قانونی یا غیر قانونی از کشور خارج شود. گفته می شود اموال بابک زنجانی که تاکنون احساس شده شامل ویلای 5000 متری در لواسان، هتل های بین المللی در قش و کیش، یک واحد آپارتمان 4 میلیاردی در خیابان ولی اصر، مجتمع تجاری 26000 متری در حوالی پارک به ارزش 260 میلیارد تومان و چندین خودرو است. همچنین گفته می شود مجتمع تجاری به ارزش 140 میلیارد تومان در حوالی ونک، مجتمع مسکونی به ارزش 60 میلیارد تومان در خیابان باهنر، سه هتل در جزیره کیش به ارزش 230 میلیارد تومان و یک هتل نیمه ساخته در جزیره قشم به ارزش 140 میلیارد تومان از دیگر اموال بابک زنجانی است که در این مزایده به معرض فروش گذاشته شده است. بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت قریب به دو میلیارد و هشتصد میلیون دلار است. در همین حال محسنی اجری در نشست هفتگی خود با خبرنگاران همچنین اضافه کرد که بابک زنجانی پولی در خارج از کشور ندارد. او گفت هیئتی به مالزی و دیگر کشورهای همسایه مراجعه کرد تا ببیند آیا زنجانی پولی در بانکهای این کشورها دارد که بلوکه شده باشد؟ بعد از بررسی ها مشخص شد که هیچ پولی موجود نیست در عین حال تمام اموال او در این کشورها شناسایی و توقیف شد پیش از این بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز گفته بود که بابک زنجانی در خارج از کشور پول چندانی ندارد و ادعاهای زنجانی درباره پولهایش در خارج از کشور را نادرست خوانده بود بابک زنجانی که برای دور زدن تحریم های نفتی و مالی به همکاری با دولت محمود احمدی نژاد و شماری از مدیران دولتی از جمله سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی متهم است همه اتهامات وارده به خود را رد کرده و ادعا می کند که تمامی فعالیت با اطلاع و موافقت نهادهای اطلاعاتی و مقام های ارشد حکومتی بوده است مقام های قضایی ایران بارها گفتند که پرونده بابک زنجانی از نظر حجم مالی بزرگترین پرونده دستگاه قضایی بعد از انقلاب اسلامی است و آن سه برابر پرونده محافرید امیر است. وزارت گردشگری و حفاظت از میراث تاریخی عراق گزارش شده گروه داعش دست به قارت گسترده میراث فرهنگی کشورهای عراق و سوریه زده است این گروه تروریستی پیشتر نیز بانک موسل را قارت کرده بود دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی به شورای امنیت این سازمان از کشورهای جهان خواست تحریم تسلیحاتی و اقتصادی علیه گروه داعش را به اجرا درآورند به گزارش خبرگزاری رویترز بانکیمون دبیرکل سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت درباره فعالیت هیئت سیاسی سازمان ملل در عراق وضع این کشور را که به سرعت در حال وخیم تر شدن است عمیقا نگران کننده دانست بانکمون در این گزارش نوشت من به شدت ابزایش خشونت به دست داعش و حامیان آن را محکوم می کنم و از کشورهای عضو از جمله همسایگان عراق میخواهم گرد هم بیایند و از عراق در مبارزش علیه تروریسم حمایت کنند. دبیر کل سازمان ملل افزود کشورهای عضو باید به تعهد خود در زمینه اجرای تحریم های مالی هدفمند تحریم تستیحاتی و منع مسافرت شده علیه داعش عمل کنند. آقای بانکیمون تاکید کرد نباید به تروریسم اجازه داد که عراق را از مسیر خود به سوی ثبات و دموکراسی منحرف سازد بنا به این گزارش القاعده عراق یک ده پیش در فهرست سیاه شورای امنیت قرار گرفت و این فهرست سال گذشته روز آمد شد تا گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام داعش را نیز در بر بگیرد این گروه تروریستی به سلاحهایی از انبارهای سلاح سوریه و عراق و همچنین به پولهایی از بانکها در مناطق تسخیر شده دست یافته و همچنین کنترل برخی میدانهای نفتی را در دست دارد با قدرت گرفتن و پیشروی ناگاهانی داعش در بخشهایی از عراق گمان زنی های زیادی درباره برخی شرکت های نفتی که نفت قاچاق را به قیمت ارزان از داعش خریدار می کنن نیز به میان آمده است. گفته می شود گروه تروریستی داعش نفت خام عراق را به قیمت 25 دلار در هر بشکه به تاجران کرد می فروشد. روزنامه دیلی تلگراف پیشتر گزارش داد که گروه داعش از فروش نفت میادین نفتی جنوب موسل و قاشاق آن به ترکیه روزانه یک میلیون دلار درآمد دارد این روزنامه افزود واسطه های مستقر در کردستان عراق سود هنگفتی را از فروش نفت به خارج از کشور به دست می آورند. اما در رویدادی دیگر هم وزارت گردشگری و حفاظت از میراث تاریخی عراق گزارش داده که گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش بیش از 4370 موقعیت تاریخی در پنج استان این کشور را تخریب کرده است. به گفته سلشگر سومیسم وزیر گردشگری عراق داعش یکی از سالن‌های کاخ نمرود را تخریب کرد و مجسمه بزرگی را به سرقت بردند. کاخ نمرود در شهری به همین نام در استان نینوا قرار دارد. وزارت گردشگری و حفاظت از آثار باستانی عراق از نادهای بیملدی، کشورهای همسایه و سازمان یونسکو درخواست کرده است که این کشور را در ردیابی آثار به قارت رفته یاری دهند. قارت میراث فرهنگی فقط به عراق و به شهرهایی اشغال شده از سوی داعش در این کشور محدود نمی شود. در این مدت هزاران شیء باستانی از مناطق باستانی سوریه نیز به قارت رفته. بر اساس این خبر داعش موفق شده شبکه کارآمدی از دلالان آثار هنری در سراسر جهان به وجود بیاورد. به گزارش زمانه داعش فقط در یک قلم از این معاملات 35 میلیون دلار به دست آورده است. اکنون نمایشگاهی از 500 مجسمه و سنگ نوشته که در نوامبر سال 1889 توسط ماکس فن اوپنهایم باستانشناس نامشنای آلمانی در تپه تل حلف در شمال سوریه به دست آمده بود در شهر بون در آلمان به نمایش گذاشته شده است قرار است فردا پنجشنبه 17 ژوئیه در مرکز سازمان یونسکو در پاریس یک نشست اضطراری پیرامون بررسی ابعاد فاجعه عراق برگزار شود در این نشست برخی از مقامات و مسئولان عراقی نیز شرکت خواهند کرد پارلمان ترکیه هفته گذشته طرح شش مدعی دولت در زمینه صلح با پکاکا را به تصویب رساند بر اساس این طرح دولت اقدامات جدیتری در زمینه پیشبرد صلح با مخالفان کرد را در دستور کار قرار خواهد داد میسان بختیاری خبرنگار ما در ترکیه و جزئیات بیشتر از این توافق پارلمان ترکیه لایحه پیشنهادی دولت در زمینه صلح با کردها رو به تصویب رسوند. این لایه که ماه گذشته از سوی دولت و به پیشنهاد آقای اردوغان به پارلمان ارائه شده بود، موضوع تداوم صلح با پیکاکا رو مد نظر قرار داده که این هفته به تصویب پارلمان ترکیه رسید. این لایحه با عنوان تلاش برای پایان دادن به ترور و تقویت انسجام ملی پیشتر به امضای تمامی اعضای کابینه دولت رسیده بود طریق بر اساس اون دولت در نظر داره در مسیر مذاکرات خودش با کوردها اقداماتی رو در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انجام بده تا شرایط مناسبتری برای حضور کوردها در جامعه ترکیه فراهم بشه. شده از این نکته نکته مهمتری هم که این لایه مد نظر قرار داده این هستش که بخش زیادی از اعضای پکاکا که سلاح خودشون رو زمین گذاشتن این امکان رو خواهند داشت که به جامعه ترکیه بازگردن این قانون همینطور این مسئولیت رو برای اعضای دولت و کلیه مسئولینی که در مسیر پیشور صلح مذاکراتی رو با پکاکا انجام میدن قائل شده بنابراین بر اساس این طرح که در واقع به تصویب رسیده از این پس اعضای دولت مسئولین و افرادی که مذاکراتی رو در این زمینه با پیکاکا خواهند داشت تحت پیگرد قانونی بازجویی و یا بازداشت قرار نخواهند گرفت در گزارش های قبلی هم اشاره کردیم که خود آقای اوجالان رهبر زندانی کرد هم از این موضوع استقبال کرده بود و اون رو یک تحول تاریخی دونسته بود در واقع این موضوع یکی از درخواست های خود آقای اوجالان در طی یکی دو دهه گذشته بوده دستگم به نظر میرسه هم دولت و هم پکاکا در این زمینه به نقطه اشتراک زیادی رسیدن چرا که خود آقای اروغان هم از این بابت خورسند هست و این موضوع رو نقطه عطفی در مسیر سول میدونه حالا البته بحث در این زمینه زیاد هستش برخی معتقدن تصویب این لایحه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تلاش برای جذب آرای کورت ها سوی آقای اروغان هست و یا از آن سو احزاب مخالفی همچون حزب حرکت ملی این موضوع رو بر نمیتابه و اون رو برخلاف خلاف مساله ملی کشور میدونه اما از طرف دیگه آقای سلاودین دمیر داشت نمانده پارلمان ترکیه و یکی از سنامزد کنونی انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته در ادامه فعالیت های هم به این موضوع اشاره کردن و در واکنش به این پرسش که در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور ترکیه از روند طرح اصلاحات دموکراتیک چگونه حمایت خواهند کرد گفتن که دوست دارم رئیس جمهوری باشم که در کوتا ترین زمان ممکن صلح رو برقرار میکنه مذاکرات صلح میان دولت ترکیه و پکاکا از اواخر سال 2012 وارد مرحله جدیدی شده در نوروز سال گذشتن پکاکا در مسیر اعتماد سازی موضوع آتش بس رو پذیرفت و امید بسیاری بر این است تا این دور از مذاکرات پس از سه دهه درگیری و تنش به نتیجه مشخصی دست پیدا بکنه بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید این برنامه همراه با دیگر برنامه های ما رو می توانید در وبسایت ما به آدرس ایران فردا دنبال کنید از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com slash ایران فردا تیوی با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید منتظر شما هستیم تا درودی دیگر بدرود